در این خانه در برمنگام در شمال انگلستان دور همی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بین آن و فردی که اسمش را گذاشتن نیل، کسی که برای باغبانی به اینجا آمده. او دو سال پیش به خانه آن دستبرد زد و 500 پوند و چند وسیله برقیش را به سرقت برد. با مزه نیست اگه الان به یکی بگی یکی اومده خونم دزدی، ولی الان با همون آدم صمیمی شدم. هیچکس باور نمیکنه. حتی داستان جن و پری هم آخرش اینجوری تموم نمیشه. نیل آدمی که ما هویتش را فاش نمیکنیم، سارقی سابقه دار بود. معتاد به کراک، کوکائین و بارها زندان رفته بود. او اگر حکم دادگاه را در مورد ملاقات با قربانیان نمیپذیرفت و سعی میکرد آن را عوض کند، حالا باید به زندان برمیگشت. خیلی سخته که کسی رو که بهش آسیب رسوندی ملاقات کنی. از تو نابود میشی، اما باعث میشه دوباره خودت رو بسازی. این کار بیشتر از زندان کمکت میکنه. تری، شریک زندگی آن، پس از بیماری مجبور به ترک محل کارش شد و حالا قادر نیست باغبانی کند. من ازش ممنونم. بابت روشی که عذرخواهی کرد ازش ممنونم. من در شرایطی بودم که این کارا رو نمیتونستم انجام بدم. یک مأمور پلیس بر کارهای نیل نظارت میکند و گوش به زنگ نشانه ای از تکرار جرم است. پلیس میگوید این پروژه در وست میدلندز باعث شده آمار سرقت در مقایسه با 3 سال قبل 16% کمتر شود. نیل حالا مواد مخدر مصرف نمی کند. او و آن در کریسمس به یکدیگر هدیه دادند. گردنم انداختم و اصلا درش نیاوردم. پلیس هم اعتراف کرده که رابطه آن و نیل یک داستان بی‌نظیر است، اما قانع شدند که این برنامه مؤثر و کارآمد است.